خامنه ای در دیدار 29 فروردین خودش با دانشجویان تحت عنوان بسیجی نکاتی در مورد خصوصی سازی گفت که قابل توجهه. گوشه ای از صحبت اون رو با هم بشنویم و بعد به گفتگو ما بپردازیم. در مورد مسئله خصوصی سازی که بعضی از دوستان گفتن و تکرار کردن و بیرونم همونا رو میگن، این منطق درستی نیست. اینی که شما از کردید حالا بعد عمل کردم، خب بله، هر قانون خوبی رو ممکنه بعد عمل کنم. بله، من قبول دارم اون توقعی که بنده داشتم از خصوصی سازی تا حالا اون توقع برآورده نشده، اما کارهای خوبی هم انجام گرفته. اینی که شما میگید بنگاه دولتی رو دادن به بخش خصوصی، او دلارش رو به دولت بر نمیگردونه، این درست نیست. اون دیگه دلار رو بر نمیگردونه، همون بنگاه فعلا دولتی است. این اشکالی است که خود من به مسئولین دولتی همین اخیراً گفتم، تکرار کردم، چند بار این رو مطرح کردم. یعنی خود اون بنگاه‌های دولتی هستن که تجارت میکنن، کار میکنن، با خارج هم معامله دارن، دلارشون رو بر نمیگردونن به بانک مرکزی، یعنی مربوط به بخش خصوصی نیست. البته بخش خصوصی هم اشکالاتی داره، مراقبت میخواد، دقت میخواد، رعایت میخواد، اینا لازمه، شکی نیست. میخوام ببینیم خصوصی سازی در حاکمیت ولایت فقیه چه مسیری رو طی کرده، چرا موفق نبوده و عملکرد حاکمیت در این خصوص چه تأثیری بر اقتصاد کشور گذاشته. همراه هستیم با آقای فرباد رضانیا، کارشناس امور اقتصادی. با سلام به شما آقای رضانیا، به این گفتگو خوش اومدین. امیدوارم که بتونیم با شما به این بحث خوب بپردازیم. بخشهایی از صحبت‌های خامنه‌ای رو شنیدیم. ابتدا می‌خواستم برامون بگین که این خصوصی سازی که خامنه‌ای ازش صحبت می‌کنه چیه؟ بله، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت همه بیننده‌های شما. درود می‌فرستم به همه کانون‌های شورشی در سرتاسر کشور. درود بر شما. بله، خدمت شما که عرض کنم، این نکته خیلی مهمیه که شما روش دست میذارید که در مورد این خصوصی سازی، اصلا منظور اینا از خصوصی سازی چی هست و در حقیقت اینجا هم اینا دجالیت آخوندیشون رو به کار میبرن. در همه دنیا، در کشورهای دیگه، در کشورهایی که قانونمند هست و یه مافیای آخوندی برش حکومت نمیکنه، خصوصی سازی به این معنیه که سرمایه های خصوصی، سرمایه دارهای خصوصی که نام و نشان دارن، حالا هم به عنوان اشخاص حقیقی هم به عنوان اشخاص حقوقی، اینا یک قدرت اقتصادی دارن که این قدرت اقتصادی ربطی به دولت، وابسته به دولت و وابسته به حکومت نیست. در حقیقت توی یک اقتصاد بازار آزاد، دولت ها و حکومت ها قوانین بازی رو، قوانین اقتصادی رو تعیین میکنن، ولی خودشون در این بازار دخالتی ندارن. ولی توی رژیم آخوندی، رژیم خامنه ای، وقتی که میگه خصوصی سازی، منظورش اینه که تتمه چیزهایی رو هم که اموال ملت رو که هنوز غارت نکردن، اون تتمهش هم غارت کنن و بدن به سپاه پاسداران. منظورش از خصوصی سازی اینه که اموال مردم ایران و منابع ثروت مردم ایران و اینا رو همه رو بالکل در اختیار دستگاه سرکوب و در اختیار سپاه پاسداران در حقیقت قرار بده، تا به این ترتیب امکان سلطه سیاسی خودش رو هم بر در حقیقت تقویت کنه. چرا که میدونه که بدون سلطه اقتصادی سلطه سیاسی نخواهد داشت. اما منظور این از خصوصی سازی چیزی به عنوان خصوصی سازی نیست. دلیلش هم برای هموطنانمون خیلی روشن که اگر یه نفر بتونه اسم یک سرمایه دار در ایران که صاحب کارخونه هست، صاحب سرمایه گذاری هست، یا یک شرکت سرمایه گذاری خصوصی که ربطی به بنیادهای تحت کنترل شخص خامنه‌ای نداشته باشه عنوان کنه، اساسا همین چیزی وجود نداره. و اینه که این خصوصی سازی در حقیقت پاسدار سازیه، اینه که همه اینا رو بخواد در اختیار دستگاه سرکوبش قرار داده و حالا هم دوباره میخوان تتمش رو در اختیار سپاه قرار بده. بله. خب این الان 44 سال روی کارن و انواع طرح‌ها رو آزمایش کردن. چرا در این مورد، یعنی در مورد خصوصی سازی، تا حالا موفق نبودن و همونجوری که میبینیم گلایه میکنه از دستگاه حاکمیتی که خودش در رأس اون قرار داره، چرا اصلا خصوصی سازی به این صورت بوده و چه تأثیر روی اقتصاد کشور گذاشته تا الان؟
بله، این من فقط خیلی کوتاه اشاره کنم به این نکته که اشاره کردید، خیلی جالبه که این همه خبر دارن که این خودش همه حکومت و این همه سیستم آخوندی هست و ولی فقیه، ولی وقتی میاد برای طرفدارای خودش و چماقداری که بردن پای منبرش نشوندن، برای اینا که میخواد حرف بزنه ادایی رو در میاره که گویا دولت به توصیه های این گوش نکرده. ولی خدمتتون که عرض کنم، این برنامه به اسم خصوصی سازی فی‌الواقع از سال 57 از موقع انقلاب شروع شد. اون موقع هم اینجوری بود که دوره شاه، دوره در حقیقت سلطنت پهلوی، قسمت اعظم صنایع کشور، صنایع پایه کشور، صنعت نفت، معادن، بانک ها، کشاورزی، در صنایع کشاورزی به طور گسترده، اینا در حقیقت همش در اختیار خاندان سلطنت و عوامل خود حکومت بود. به طور اساسی اینا در حقیقت همش اقتصاد دولتی بود. بعد از بین رفتن سلطنت، پهلوی، سقوط سلطنت، آخونده تمام این صنایعی که همونجوری دولتی بود منتقل کردن به در حقیقت دولت، به حکومت آخوندی. علاوه بر این تعدادی شرکت‌های کوچکتر، بنگاه‌های تولیدی کوچکتر که مال مردمی بود که براش زحمت کشیده بودن و خودشون ساخته بودن، اینا رو هم مصادره کردن و در اختیار بنیاد مستضعفان گذاشتن. و بعد از اون در حقیقت خصوصی سازی که اینا میگن، از روز اولش با مصادره کردن و بالا کشیدن اموال مردم شروع شده. یه قسمت اصلیش در حقیقت ادامه سیستم اقتصادی دوره پهلوی، دوره شاه بوده که همون اقتصاد در حقیقت پیشی که هیچ کسی رو خارج از، حالا اسمشو بذارن دولتی یا اسم دیگه خصوصی بذارن روش، این که تمام شریانهای اقتصادی در دست سیستم حاکم هست. به این معنی از دوره پهلوی به دوره آخونده هم منتقل شد. بعد از اون در سال 84 یه قانونی گذر، خود این خامنه ای یکی اصل 44 قانون اساسی برای خصوصی سازی رو، یعنی 18 سال پیش، که صنایع باید به بخش خصوصی، صنایع دولتی باید به بخش خصوصی واگذار بشه، که همه هموطنان اون یادشونه که با دزدی، با فساد وحشتناک زیاد، تمام این چیزایی که در حقیقت اسمش دولتیه ولی سرمایه های مردم ایران هست، منتقل شد به پاسدارا و به بنیادهای تحت کنترل شخص خامنه ای. یعنی به اسم خصوصی سازی از اموال دولت به عنوان شخصیت حقوقی خارج شد به اسم پاسدارا و به اسم نماینده های خامنه ای در این بنیادهای تحت کنترلش. ولی بازم حالا این که میگه که این به خوبی عمل نکرد و به توصیه های من عمل نکردن، توصیه هاش دقیقا همین بود که این صنایع رو فروختن و بعد خیلی هاشو، همون پاسدارا، در کارخونه و در شرکت رو بستن، تعطیل کردن و زمیناشو فروختن، وسایلشو فروختن، تبدیل کردن به پول، به دلار و به معاملات دیگه زدن و امکانات کاری رو از بین بردن. و حالا در حقیقت همین رو میخواد ادامه بده و تتمه اونی هم که مونده میخواد از بین ببره، در حقیقت در کنترل سپاه قرار بده. این که میگه که یه قسمتایش مطابق توصیه های من نشد، یا این که میگه توی حرفاش میگه که تنها آلترناتیو خصوصی سازی تعطیل کردن این کارخانه ها بود، در حالی که واقعیت اینه که خصوصی سازی که کرد، یعنی انتقال سرمایه های مردم از مالکیت دولت به مالکیت پاسدار و بنیادهای تحت کنترلش، خود این موجب تعطیلی و بسته شدن این صنایع و کارخونه ها، بیکار شدن تعداد زیادی از کارگرا و زحمتکشا شد و همینطور بنیه اقتصادی کشور رو بلکل تحلیل برد و از هم پاشوند. این که این از در حقیقت میوست خود از همون سال 57 و با فساد بنیاد مستضعفان شروع شد تا امروز ادامه پیدا کرده. تقلبی که اینا اینجا میکنن اینه که ببینید تو سیستم بازار آزاد، خصوصی سازی به معنی خصوصی سازی خودش
خیلی خیلی نکته مهمی نداره. فرقی بین مالکیت خصوصی یا دولتی نیست اگر که رقابت آزاد نباشه. در سیستم‌های بازار آزاد اینجوری هست که اصلش بر رقابته، یعنی که هر کسی بر اساس یک شرایط خاصی بر طبق قانون میتونه وارد این بازار بشه، رقابت کنه. خاصیتش بالا رفتن کیفیت هست، خاصیتش بهتر شدن جنس هست، خاصیتش پایین اومدن قیمت‌ها و سرویس بهتر به مردم هست. این کاری که اینا توی رژیم آخوندی میکنن در حقیقت این خصوصی سازی که موجب با رقابت نباشه و با فضای باز سیاسی و با دموکراسی همراه نباشه، صرفاً به فساد، دزدی، خوردن و بردن منجر میشه. چیزی که مردم کشور ما الان 40 ساله دارن با گوشت و پوستشون حس میکنن که از این اقتصاد رژیم آخوندی، اقتصاد فاسد رژیم آخوندی که همه شریانهای اساسیش در دست خامنه‌ای و بنیادهای تحت کنترلش هست، وضعیت اقتصادی کشور به اینجا رسیده و از این بدتر هم خواهد شد. بله، بسیاری کشورها از این سیاست‌های انحصاری و نهادهای استثماری عبور کردن. امیدوارم که ما ایرانی هم بتونیم این عبور رو هر چه زودتر پشت سر بگذاریم. با سپاس از شما آقای فربود رضانیا، کارشناس امور اقتصادی که در این گفتگو همراه ما بودید. خیلی ممنون و خدا نگهدار. وقت شما بخیر.